سلام میکنم به همه دوستای خوبم به کلاس درس خوش اومدین جلسه قبل با مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی و ولت آشنا شدیم و این جلسه میخوایم یک تمرین از کتاب درسی رو با هم در این مورد حل بکنیم که این مفهوم برامون بهتر جا بیفته و من قبل از حل این تمرین میخوام دو نکته بگم و خب در نتیجه شما اول صورت تمرین رو نخونید و به این نکات توجه بکنید و بعد میریم سراغ تمرین اول از همه ما گفتیم که اگر یک میدان الکتریکی یک نواخت در صفحه وجود داشته باشه به نام ای و من یک بار مثبت رو در این میدان الکتریکی قرار بدم در نقطه یک این بار مثبت به خودی خود میخواد به سمت راست یعنی در جهت میدان حرکت بکنه من امیدوارم دیگه اینو هیچ وقت یادتون نره که بار مثبت در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه و بنابراین اگر من بخوام این بار مثبت رو از نقطه یک بیارم مثلا به نقطه دو در این راستا باید بهش یک نیروی وارد بکنم در این راستا در راستای یعنی به جهت به سمت چپ و بنابراین کاری که باید انجام بدم بزرگتر از صفر هست چون نیرو و جابجایی همجهتن و از این نتیجه گرفتیم که در نتیجه دلتا یو دو یک بزرگتر از صفر هست یعنی انرژی پتانسیل الکتریکی بار در نقطه دو بیشتر از انرژی پتانسیل الکتریکی بار در نقطه یک هست و دیدیم که در نتیجه اگر بار رو در این نقطه رها بکنیم حرکت میکنه به سمت نقطه یک و باز دیدیم که از این نتیجه میگیریم که دلتا وی دو یک بزرگتر از صفر هست یعنی وی دو بزرگتر از وی یک درسته؟ و باز به عبارتی این رو من میتونم اینجوری بگم که در خلاف جهت میدان پتانسیل الکتریکی زیاد میشه و دیدیم که بار مثبت به خودی خود دوست داره در جهت میدان حرکت کنه کاری باهاش نداشته باشیم و از این نتیجه میگیریم که بار مثبت دوست داره به سمت پتانسیل های کمتر حرکت کنه و بار منفی دوست داره به سمت پتانسیل های بیشتر حرکت کنه اگر یعنی هیچ نیروی دیگه ما وارد نکنیم بهش جز همون نیروی میدان مثلا اگه من یه بار منفی بذارم اینجا نیروی در خلاف جهت میدان بهش وارد میشه و میره به سمت پتانسیل های بیشتر خب حالا که اینو دونستیم مثلا اگر من یک باتری داشته باشم و این باتری یک سر مثبت داشته باشه و یک سر منفی بار مثبت دوست داره بره به سمت سر منفی یعنی پتانسیل های کمتر یعنی بار مثبت رو بذارم اینجا میره به این سمت خب خیلی راحت یاد گرفتنش دیگه بار مثبت منفی ها رو دوست داره بار منفی مثبت ها رو دوست داره خب حالا این نکته اولی بود که میخواستم بگم نکته دومی که میخوام توی همین باتری براتون توضیح بدم اینه که وقتی به شما میگن مثلا پتانسیل این نقطه هست وی مثبت مثلا 12 ولت پتانسیل وی منفیمون مثلا هست صفر ولت به این معنیه که بین این دو داخل این باتری یک میدان الکتریکی وجود داره یعنی این پتانسیل به خودی خود که وجود نداره باید یک میدان الکتریکی حتما باشه و در نتیجه باید حتما یک سری بار الکتریکی باشن که اون میدان تو در حقیقت تولید بکنن اما ما دیگه خیلی وقتها کاری نداریم که داخل باتری داره چی میگذره چیزی که برای ما مهمه اون وقت فقط اینه که اختلاف پتانسیل این دو دوازده ولته اما اینو یادتون باشه که این داخل یک میدان الکتریکی هم وجود داره خب حالا که اینها رو دیدیم میتونیم بریم سراغ حل اون مثالی که من اینجا براتون در حقیقت تمرین ده فصل دوم کتاب فیزیکسه میبینید که ما خیلی از تمرین کتاب کتاب عملا داریم اینجا با هم حل می‌کنیم سوال چی گفته؟ سوال گفته که یک بار الکتریکی منفی چهار میکروکولونی من دارم که از نقطه ای با پتانسیل الکتریکی منفی چهل ولت اینا همه منفیه تا نقطه ای با پتانسیل الکتریکی منفی ده ولت آزادانه جابجا جا میشه این آزادانه رو حالا با هم راجبش صحبت میکنیم الف انرژی پتانسیل الکتریکی بار Q چه اندازه و چگونه تغییر می کند و به توضیح دهید که تغییر انرژی پتانسیل بار Q به چه انرژی تبدیل میشه خب خیلی سوال خوب و راحتیه خیلی چیزهای زیادی توش یاد خواهیم گرفت اول از همه میایم شکل میکشیم مثل هر مسئله فیزیک این نقطه V1 این نقطه V2 در حقیقت نقطه دو و v به ما گفته است منفی 40 ولت V2 هست منفی 10 ولت همون جوری من گفتم وقتی که دو پتانسیل الکتریکی اینجوری به ما میدن این در حقیقت مثل اینه که بین اینها یک میدانی هست اما خب من دیگه نمیخوام میدان بکشم و وارد اون جزئیاتش بشم چیزی که من میخوام بگم اینه که اگر من یک بار منفی 4 میکروکولنی رو بذارم در نقطه V1 همونجوری که سوال به ما گفته شما به من بگید این بار به خودی خود به کدوم جهت حرکت میکنه؟ آفرین بار منفی همین الان گفتیم به پتانسیل های بیشتر یعنی به پتانسیل های مثبت تر حرکت میکنه و بنابراین این بار میره به سمت ویدو به خودی خود یعنی اصلا من نیازی نیست نیروی بهش وارد بکنم بنابراین این آزادانه معنیش اینه که این خودش میره و حرکت میکنه به نقطه ویدو خب حالا من میتونم بگم که انرژی پتانسیل تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی این بار در نقطه دو به نسبت نقطه یک برابر هست با در حقیقت یو دو منهای یو یک و اینو چجوری میتونم حساب بکنم من میدونم که این هست دلتا وی دو یک ضرب در کیو درسته چون دلتا یو تقسیم بر کیو میشد دلتا وی بنابراین این مساوی میشه با وی دو منهای وی یک ضرب در کیو که این مساوی میشه با منفی ده منفی منفی چهل ضرب در منفی چهار میکرو این هم ولته درسته پس این که میشه سی در حقیقت پتانسیل نقطه دو سی ولت بیشتر از پتانسیل نقطه یک هست پس این مساوی میشه با سی ولت ضرب در منفی چهار میکرو کولن که مساوی میشه با منفی چهار ضرب در سی یعنی صد و بیست میکرو جول درسته؟ نه درست نیست چرا؟ چون این منفی هم داره یعنی این میشه منفی 120 میکروژول بنابراین وقتی که این بار منفی من آزادانه میره سمت نقطه دو منفی 120 میکروژول انرژی پتانسیلش تغییر میکنه در حقیقت انرژی پتانسیلش 120 میکروژول کم میشه و ما اینو میتونستیم همون اول از این لغت آزادانه بفهمیم وقتی که بار آزادانه خودش میره به سمت نقطه دو پتانسیلش داره کم میشه انرژی پتانسیل الکتریکیش داره کم میشه و خب این اشتباه لپی که من الان کردم منو یاد یک نکته خیلی مهمی انداخت یادتون باشه که پتانسیل الکتریکی در نقطه دو بیشتر از نقطه یکه ولی انرژی پتانسیل الکتریکی این بار کیو ما در نقطه دو کمتر از نقطه ببخشید یکه درسته؟ چرا؟ چون بار منفیه خب یعنی این منفی که اینجا ضرب میشه باعث این اتفاق میشه بنابراین یادتون باشه که برای تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی رو حساب کردن ما نیاز به دونستن بار داریم ولی پتانسیل تعریفش ثابته و بر اساس یکای واحد بار مثبت تعریف میشه خب پس ما فهمیدیم که انرژی پتانسیل الکتریکی بار کیو 120 میکروژول کم میشه حالا قسمت دوم سوالم من سریع توضیح بدم گفته که این تغییر انرژی پتانسیل باریکیو به چه انرژی تبدیل میشه اگه یادتون باشه چند جلسه قبل ما اینو حساب کردیم که وقتی یک بار انرژی پتانسیل داره و آزادانه به یک نقطه دیگه حرکت میکنه این انرژی پتانسیل تبدیل میشه به انرژی جنبشی یعنی تمام این انرژی 120 میکروژولی که از دست رفته شده حالا انرژی جنبشی چون ما پایستگی انرژی داریم بنابراین من میتونم حتی سرعت اون جسم رو هم در نقطه دو حساب بکنم یعنی میتونم بگم این 120 میکرو جول من اندازش برابر میشه با یک دوم ام ضرب در سرعت به توان دو و اگر جرم بار رو به با من بدید من خیلی راحت میتونم سرعت بار رو حساب بکنم که البته من دیگه الان نمیخوام اونو حساب بکنم خیلی هم خوب دو نکته خوب یاد گرفتیم و یک سوال کتاب درسی رو با هم حل کردیم در جلسه بعد میبینمتون خدا